محسن سازگارا، انقلابی جوانی که در انقلاب اسلامی ایران حضور داشته، حضور فعال داشته، از آمریکا میاد به نفل و شاتو، آقای خمینی رو همراهی میکنه به همراه جمعی دیگر از نیروهای جوانی که برخی از اونها از کشورهای اروپایی، همینطور از ایالات متحده آمریکا آمده، بیشترینشون هم از انجمن‌های اسلامی یا گروه‌های اسلامی بودن، با قرائت ویژه خودشون به ایران میاند و انقلابی در میگیره و یک نظام سیاسی 2500 ساله فرو میریزه، نظام مذهبی جاش رو میگیره. آقای خمینی در زمانی که حیات داشت چندین مصاحبه انجام داد، یعنی گفتگوی مطبوعاتی داشت با شماری از روزنامه‌نگاران خیلی سرشناس غربی، گفتگو کرد، مصاحبه کرد. اما از زمانی که آقای خامنه‌ای در رأس کار قرار گرفته تا به امروز هیچ گونه مصاحبه‌ای با هیچ کس نداشت. وقتی هم که اتفاق میفته در مملکت، مثلا این ماجرای خوزستان، او فریاد میزنه، مسئولان رو دعوت میکنه که برید کاری انجام بدید، یعنی در واقع خودش مسئول نمیدونه، در که در رأس همه مسئولان مملکت خود آقای خامنه ایست. در نتیجه ایشون هم مصاحبه مطبوعاتی هرگز انجام داده، یعنی خودش رو جوابگوی کسی نمیدیده، و وقتی هم که اتفاقات ناگواری در کشور رخ میده خودش رو شهروند عادی در حد من و شما تلقی میکنه و یه عده رو با عنوان مسئول میشناسه که گناه تمام این اتفاقات متوجه اونهاست. در این باره چی میگی؟ این مقایسه بین آقای خامنه ای و آقای خمینی. والا آقای خمینی هم از وقتی دیگه فاتح تهران شد و اومد تهران و رهبر انقلاب و دیگه شد رهبر جمهوری اسلامی، هم جز معدودی مصاحبه با خبرنگاران غربی عمدتن، مثل خانم اوریانا فالاچی که خب مصاحبه جذابی هم از آب در اومد، دیگه ایشون هم کمتر دملای تله داد برای اینکه بشینه روبروی مطبوعاتی ها و روزنامه نگارا و ازش سوال بکنند. در نظر داشته باشید آقای میبودی، ولی در مورد مسائل کشوری خودش مسئول میدید؟ بله قطعا خیلی بیشتر از آقای خامنه‌ای، قطعا. ببینید به نظر من اول اینو عرض کنم، همه دیکتاتوری ها از اونجایی شروع میشن که آقای خمینی هم شروع کرد، که یادتون باشه در اردیبهشت 58 اون سخنرانی تلخو کرد در قوم و گفت بشکنید این قلم ها رو، ما اشتباه کردیم، چوبه های دار بعد به پا میکردیم و همسال هم، و بعد از اون دیگه حمله کردن و روزنامه آیندگان تعطیل شد، بامداد تعطیل شد، بعد رسید به نوبت دیگران و دیگران، و نه در ایران، در هر جای دیگه دنیا فاشیستا رو ببینید، کمونیستا رو ببینید، وقتی خواستن برن به سمت دیکتاتوری اول روزنامه ها رو تعطیل کردن، اول روزنامه نگارا رو زندانی کردن و یا کشتن و ترور کردن و از سر راه برداشتن. حالا آمریکا که خیلی دوره از اینکه تبدیل بشه به یه دیکتاتوری، ولی شما ببینید همین آقای ترامپ هم که در امریکا اومده سر کار چقدر از مطبوعات بدش میاد، اصلا میگه دشمن مردم آمریکان و اینا دروغ میگن، برای اینکه از سوال کردن فرار میکنه، برای اینکه به خصوص اینوستیگیتیو جورنالیزم و روزنامه نگاری تحقیقی، شبیه کاری که شما دارید میکنید الان، میکاوید زوایای مختلف یه حادثه رو، یه موضوع رو، و اینها معمولا کسایی که دوست ندارن پاسخگو باشن و خوی دیکتاتوری دارن، بعدا منش و روش دیکتاتوری در پیش میگیرن، خوششون نمیاد. اما آقای خامنه ای و آقای خمینی، من با شما موافقم، به نظر من به ضعف و قوت این دوتا آدم برمیگرده. آقای خمینی به هر صورت درسته که یک روحانی شیعه با مکتب فکری اسلام فقاهتی بود و در عمل نشون داد هم که چیزی نیاموخته، در اون سالیانی هم که مشق فلسفه میکرده یا مشق عرفان میکرده، کماکان از قالب یک روحانی سنتی شیعه ایشون بیرون نیامده، مکتب عقلی نداره و دنیای مدرن رو هم
نمیشناخت آقای خمینی، در واقع ریشه های دنیای مدرن رو، و ولی این رو نمیشه انکار کرد که آدم قوی بود، آدم مصممی بود، آدم شجاعی بود، البته آدم بیرحمی هم بود و پای خشونت میومد وسط، ابایی نداشت که شاید هزاران نفر کشته بشن، ولی شخصیتا خیلی قوی تر از این آقای خامنه ای بود. جایگاهش هم در اجتماع خیلی محکم تر بود، به سبک رهبران فاشیستی ایشون میتونست از بالا سر تمام نخبگان جامعه عبور کنه و مستقیم با میلیون ها توده مردم حرف بزنه، اونها رو به میدون بیاره و با همین روش هم تمام مخالفینش رو سرکوب بکنه. ولی آقای خامنه ای اولا که اصلا همچین جایگاهی نداره، نه اون کاریزمای آقای خمینی رو داره، نه اون جایگاه رو در روحانیت داره، نه عرض شود که اون صلابت شخصیت و اون عزم و جزم آقای خمینی رو داره. از قضا آدم بر میگرده آقای خامنه ای رو نگاه میکنه، میبینه بسیار آدم بزدلی هم هست، ترسویشون. ببینید در مدیریت مهم نیست که شما تصمیم بگیری، مهمتر این است که پای تصمیمت وایسی، تبعاتش، کانسیکوئنساش، نتایجش رو تحمل کنی و مسئولیتشو بپذیری، بگی من کردم. آقای خامنه‌ای از اونجا که آدم ضعیف و نفسیه و بسیار خودش رو لرزان میبینه، با وجودی که خوی دیکتاتوری رو داره، دوستم داره به لحاظ مدیریت در تمام جزئیات دخالت کنه، از این حیث هم با آقای خمینی فرق داره. خود ایشون زمانی به این دوربریاش گفته بود آقای خمینی رهبر نشسته بود، من رهبر ایستادم، کنایه از این که ایشون وارد جزئیات نمیشد، ولی من وارد همه جزئیات میشم و فعالم، و که بسیار روش مدیریتی غلطی هم هست، مدیر ارشدی که بخواد بره توی جزئیات بره، علارغم این که این کارا رو میکنه اما هرگز حاضر نیست مسئولیت تصمیماتی رو که میگیره بپذیره، میره پشت این و اون قایم میشه. اگر فرض کنید قتل‌های زنجیره‌ای رو دستور میده انجام بشه، به هر حال در حوزه مسئولیت ایشونه، یه کاسه واجبی میدن به خورد سعید امامی و ایشون هم دستشو میتکونه میره کنار. اگر ترور میکنند ایشون پاشو میکشه کنار، مسئول نیست. اگر 18 سال کشور رو به کام یک پروژه بی سرانجام میبره، مثل پروژه هسته‌ای که از روز اول هم هر کی عاقل بود میگفت آقا این به جایی نمیرسه، نمیگذاره دنیا شما برید بمب اتمی بسازید، و وقت و انرژی و پول و امکانات کشور رو هدر میده، نسل جوان ما رو که حاصل اون انفجار جمعیتی بود و همه جای دنیا بعد از این انفجارهای جمعیتی در دوره‌ای که جوان زیادی داشتن کشورهاشون رو ساختن، مثل همین امریکا، اروپای بعد از جنگ یا چین، ایشون درست در دوره‌ای که این متولدین سال 59 تا 67 ما رسیدن به مرحله‌ای که باید حالا کشورم سرمایه گذاری کرده، درس خوندن، دانشگاه رفتن، بیان مملکت رو بسازن، ایشون کشور رو برد تو کام تحریم ها و شاخشونه کشیدن با دنیا، و فرصت های آدمی مثل احمدی نژاد رو هم آورد سر کار که هدر دادن، و نتیجه ماجرا الان همون نسل به اصطلاح بیبی بومرای ما، بچه های اون انفجار جمعیتی، همه دیگه رسیدن به نیمه های دهه 30 سالگیشون، به زودی از دهه 40 که رد بشن دیگه بیشتر مصرف کننده میشن، و ایشون فرصت کشور رو اتلاف کرده. حالا چیزی هم که به عقلش میرسه این نیست که دوباره برن مردم بچه دار شن، دوباره یه بیبی بومینگ دیگه بلکه اتفاق بیفته و با نیروی جوون دیگه ای مثلا 20 سال بعد بتونه کاری بکنه، و حاضرم نیست مسئولیت بپذیره، یعنی حاضر نیست که بگه آقا مسئول پروژه هسته‌ای من بودم. حتی مذاکرات هسته‌ای رو ایشون اون پشت قایم شد و اعوان و انصارش به تدریج افشا کردن که 17 تا جلسه در حضورش بوده، در تمام جزئیات دخالت داشته، اصلا شروع مذاکرات با
آمریکا و بعدم پنج به اضافه یک از زمان احمدی نژاد بوده و امثال هم. یا خود داستان احمدی نژاد دیگه مردم یادشون نمیره، اونم در عصر اینترنت و رسانه ها و اینا که هر حرفی شما بزنی ثبته. ایشون احمدی نژاد رو تایید کرد، گفت مکتبی ترین نمیدونم دولتی است که سر کار اومده، بعد گفت من به ایشون نزدیکترم، و یک آدم در واقع دیوانه، دزد، پاپولیست، شارلاتان رو سر کار نگه داشت، مردم رو کشت، سرکوب کرد در جنبش سبز، رهبرانش رو به زندان انداخت، فعالین رو به بند کشید و حاضر نیست بپذیره که او بوده که یک کلمه از این مردم عذرخواهی کنه، یک کلمه بگه من اشتباه کردم. اصلا ظاهرا در قاموس ایشون اشتباه کردن معنی نداره. چرا؟ یه دفعه راجع به اتفاقا همین جمعیت گفت من اشتباه کردم، مدافع کنترل جمعیت دارم. اتفاقا همون جایی که نباید این رو میگفت و یک سیاست درست رو میخواد حالا اصرار بکنه ببره به سمت یک سیاست غلط. بر صورت به نظر من آقای خامنه ای ضعف شخصیتیش، لرزان بودن جایگاهش و بزدلی که داره باعث میشه که مسئولیت کارهاشو نپذیره و در واقع یک جور دیکتاتور پنهانه، یک جور دیکتاتور کوتوله است. دیکتاتورهای قوی هم در تاریخ داشتیم که به هر حال تصمیمات بزرگ میگرفتن، پای تصمیماتشون هم وای میسادن، اما ایشون تصمیمات رو اولا متزلزل میشه، وای میسه و بعد هم در نهایت مسئولیت هیچ کدوم از تصمیماتش رو نمیپذیره. مدیریت جامعه، روند اداره جامعه اگر در واقع به سمتی بره که آدمهایی رو نیاز داشته باشه، در جامعه اون تیپ آدم ها میان بالا. یعنی اگر مدیریت یه جامعهی بر اساس تولید ثروت باشه، در اون جامعه کارآفرینان و سرمایداران نابغهی شما میبینید میان بالا، رشد میکنن، که بهترین نمونهش همین جامعه امریکاست. اگر در جامعهی علم و دانش مطلوب باشه، هنر مطلوب باشه، این چهره ها رو بیشتر میبینید. این که میگم ممکن در یه جامعه در آن واحد همش باشه. و اگر بنای مدیریت یک جامعه بر خشونت ورزی باشه، جلات ها و قاتل های خودش رو پیدا میکنه. این تیپا بالقوه به نظر من در همه جوامع هستن، امثال آقای لاجوردی که از نظر من یک بیمار روانی بودیشون، و یا آقای خلخالی و امثال هم، در هر جامعه ای شما دست بکنید مطمئن باشید از این جور آدم های بیمار پیدا میشه. مهم این است که مدیریت جامعه و نحوه اداره به سمتی هست که به اونها میدان بده و اینها معرکه گردون بشن یا نه. در انقلاب اسلامی چون مبتنی بر خشونت ورزی، انتقام گیری انقلابی، سرکوب، حذف رقبا و غیره بود، چیزی که گناه اصلیش رو باید به تئوری انقلاب برگردون و به مدیریت آقای خمینی در بالای بالا، و البته یک عده، یک عالمه آدم انقلابی هم در ذیل اونها، این بود که اینجور آدم ها از به اصطلاح نردبان جامعه بالا اومدن، در مشاغلی مثل دادستانی انقلاب مرکز قرار گرفت آقای لاجوردی، یا آقای خلخالی شد قاضی شرعی که دست به کشتار بزنه، و امثال موسوی تبریزی هم فرض کنید در تبریز حزب خلق مسلمان رو سلاخی میکرد، در آقای رازینی در مشهد. از این جور آدما همه جا در کشور شده بودند معرکه گردون. آقای لاجوردی، من اون بار عرض کردم، خام خیالانه، بذارید این حرف رو نسبت به خودم اول بزنم، من و دوستانمون در نخست وزیری واقعا خام خیالانه فکر میکردیم که میتونیم یک نقشه‌ای برای آینده کشور طراحی کنیم، فضای تبالود و خشن انقلابی رو آروم هدایت کنیم به اون سمت، و با یه بیانیه‌ای که هماهنگی‌های لازم هم بین بخش‌های مختلف حکومت شده باشه، بتونیم که در واقع از نقطه آ بریم به نقطه ب. این تصور آقای میبودی غلط بود،
نه به دلیل فقط اینکه آقای لاجوردی رو بالاخره موفق شدیم بیاریمش در نخست وزیری و ایشون هم صاف واسه بنده و آقای خسرو تهرانی و آقای نبوی خط و نشون کشید که شما هم لیبرالین، مجاهدین خلق مملکت رو میگیرن، کمونیست ها اسلحه دستشون رو باید تا دیر نشده همه شون رو سرکوب کنیم. مشه ایشون این بود همه رو باید بگیریم بکشیم و بی خودی دل به این چیزا نبندین. به نظر من ماجرا عمیق‌تر از این بود. در واقع لاجوردی معلول اون شرایط بود و یا اینکه احمد خمینی رو با خودش همراه کرده بود و گوش آقای خمینی دست لاجوردی بود. ماجرا این بود که انقلاب ها تا اونجایی که ماشینشون بنزین خشونت ورزی داره میرن به سمت رادیکالیزم، میرن منتها علیه چپ به معنی رادیکال بودن و اون مسیری که کرین برینتون تو اون کتاب درخشان کالبوچکافی انقلاب ها ترسیم میکنه به لحاظ جامعه شناسی انقلاب ها، میرن تا یواش یواشون تبشون عرق بکنه و برگردن بیان وسط تر بیستن و معتدل بشن. اون روند در واقع ماها ساده انگارانه فکر میکردیم میتونیم متوقفش بکنیم و آقای لاجوردی که به ما جواب نگفت اینطوری تهدید هم کرد و اصلا به اون جلسات نیم. در اون جلسات که اون بار عرض کردم آقای دکتر بهشتی رئیس قوه قضایی، موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، آقای قدوسی دادستان انقلاب، آقای مهدوی کنی وزیر کشور، آقای نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی و خسرو تهرانی معاون اطلاعاتی نخست وزیر و آقای سیف اللهی، رضا سیف اللهی جانشین فرمانده اطلاعات سپاه که در اون روزگاران آقای محسن رضایی بود و آقای اصغر حجازی یا میر حجازی که الان رئیس دفتر ویژه اطلاعات آقای خامنه ایست، اون موقع معاون آقای قدوسی بود و بنده. این جلسه در این ساعت که خب از در واقع سطح بالای دو قوه تشکیل شده بود، برای این بود که همه هماهنگی ها بشه و همراه باشه. من یادم بحثایی که در اون جلسه میشد، ما خب میگفتیم وزارت کشور اگر ما قرار تضمین کنیم آزادی اجتماعات کسانی که اسلحه دستشون نیست، مثلا کمونیستا، ملیون یا دیگران، خب وزارت کشورم باید محافظت کنه از اونها با پلیس با غیره. آقای مهدوی کنی آدم هست داستانی رو تعریف کرد و گفت که ایشون میگفت یک بار این دوستان نهضت آزادی ما در حسینیه ارشاد میخواستن مراسم بگذارن. آقای میناچی که از قبل از انقلاب هم آشنا بود باشون، با میگفت با بنده تماس گرفت به عنوان وزیر کشور، ما هم تضمین دادیم شما مراسمتون رو بگذارید، پلیس رو مستقر میکنیم، نمیذاریم بیان به هم بزن. چون شروع شده بود اون گروه های به اصطلاح حزب اللهی که با شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله حمله میکردن، جلسه به هم میزدن، کتک میزدن، مراسم به هم میزدن. آقای مهدوی میگفت ما دیگه همه تدارکات رو کردیم، مراسم شد، باز این گروه های به اصطلاح بعدها معروف شدن به گروه های فشار یا خودسر یا غیره که معلوم شد هیچ خودسر هم نیستن، سرشون اتفاقا تو خیلی جاها هستش، حمله کردن و ما پلیس آماده کرده بودیم، برخورد کردیم، تونستیم دستگیرشون کنیم، اگرچه مراسم رو هم به هم زدن ولی بالاخره ما دستگیرشون هم کردیم و بردیم تحویل زندان اوین دادیم تا رسیدگی بشه به این به هم زدن. نظم عمومی میگفت به سلامتی. آقای مهدوی میگفت از این در زندان ما اینا رو تحویل دادیم، آقای لاجوردی و اعوان انصارشون تو زندان اومدن به استقبالشون با گل و شیرینی و گفتن برادر حزب الله خوش آمدی خوش آمدی، شام هم بهشون دادن، چلو کباب هم دادن، شب هم از اون ور آزادشون کردن. و میگفت بی حاصله. یا یادم هست آقای اردبیلی میگفت مواردی بوده که ما خواستیم برخورد بکنیم زیر ماشین خوابیدن همین حزب الله یا نذاشتن. حرف ما هم این بود که بالاخره مرگ یه دفعه شیون یه دفعه باید وایس حکومت، نمیشه که گروه های خاصی باشن این کارو بکنن.
به هر صورت اجماع اون جمع بر این شد که ما این اعلامیه‌ای رو بنویسیم در اون در واقع این روح در چند ماده اومده باشه، بخوایم گروه های مسلح سلاحاشون رو تحویل بدن، گروه های دیگه سیاسی رو به رسمیت بشناسیم، مطبوعات رو به رسمیت بشناسیم و اعلام هم بکنیم که حکومت مجموع قوه قضاییه و قوه مجریه ضامن اینها هستن و این آزادی ها رو تضمین میکنه. این اعلامیه وقتی آماده شد صحبت هم شد که خب کی اینو صادر کنه، به عنوان کدوم قوه باشه، چطور باشه. نهایتا تصمیم بر این گرفته شد که دادستانی انقلاب کل این رو صادر کنه و بقیه هم اعلام کنن که پشتیبان این هست. این از اینجا معروف شد به اعلامیه 10 ماده‌ای دادستانی. در 10 ماده، من اشتباه گفتم 8 ماده، این اعلامیه صادر شد. خب جالب آقای میبودی، اول لفه مخالفت باهاش از سمت مخالفین شروع شد. چجوری؟ یک سندی رو جعل کردن که من بعدها فهمیدم مجاهدین خلق این کارو کردن، به شکل صورت جلسات اون جلسه‌ای که ماها دور هم میشستیم و تو اون نوشته بودن که انگار ما تو اون جلسات نشستیم بحث کردیم که آره ما اینو میدیم فقط برای اینکه اینا این مخالفین خوشخیال بشن و بیان و بعد میگیریم همشون رو میکشیم، روزنامه فروش ها رو نمیدونم سمپاتاشون رو سرکوب میکنیم و این اصلا کلکه برای اینکه بعد نمیدونم آدم بکشیم و سرکوب کنیم. و این دوست آقایون سازمان مجاهدین خلق با زیرکی این بیانیه رو به اسم اینکه نفوذی داشتن و این اطلاعات رو که جعل کرده بودن دادن به چریکای فدایی و در واقع اونها رو کلا سرشون گذاشتن، در نشریه اونها نشریه کار ارگان چریکای فدایی چاپ کردن که البته دو گروه شده بودن، دو تا نشریه کار در می اومد، یه گروه که به حزب توده نزدیک شده بود کار اکثریت بود، یه گروه که هنوز به مشی مسلحانه معتقد بود و تندروتر هم بودن کار اقلیت بود. اگر حافظم اشتباه نکنه نشریه کار مال اقلیت هم این رو منتشر کرد. یعنی از یک طرف هجوم شروع شد به اینکه این کلکه، اصلا این اعلامیه 10 ماده‌ای حقه بازیه و اینا مقدمه است ما رو سرکوب کن. در سخنرانی علنی هم البته پیش بینی هم که کردن درست بوده، حالا اگه ساختگی هم بوده، ولی واقعیت هم همین شد. به هر حال من اونو عرض کردم، ماجرایی که انقلاب ما هم خام طمعانه فکر میکردیم که میتونیم کشور رو آروم کنیم، دقیقا یعنی روند انقلابی بخشش هم خود همین آقایون بودن که آقای موسی خیابانی در سخنرانی علنی میگفتش که خلع سلاح مجاهدین مثل خلع سلاح مجاهدین صدر مشروط است، ما اسلحه رو زمین نمیگذاریم. یا آقای مسعود رجبی سخنرانی میکرد و میگفت اگه ما دستور بدیم میلیشیا نه از دادستان ضد انقلاب اثری میذاره و خلاصه و نه از دادگاه های ضد انقلاب، خلاصه ما دندون قروچه میرفتن و چنگ و دندون نشون میدادن که زیر بار این نمیریم ما. از این ورم آقای، یعنی این یه تیغه قیچی، حالا گروه های دیگه هم بودن که شروع کردن به حمله به این بیانیه. 30 ثانیه وقت داریم، 30 ثانیه. تیغه دوم قیچی هم آقای لاجوردی بود که از سمت حکومت قبلا هم که اسما خط نشون کشیده بودن شروع کردن در پاره نشریات منسوب به این جناح رادیکال و تندرو و مختلف اینا حمله که بله شما دارید به اینا مهلت میدید. و در واقع آقای میبودی اون روند عمومی تری که خشونت ورزی توش بود و ظاهرا از جذب بود که به خشونت کشیده بشه، مثل دو تیغه قیچی گلوی این بیانیه رو برید. تشکر میکنم.